لازم نیست تجربتون رو فقط واسه خودتون نگه دارید. قصتو بیا در گوش ما بگو، شاید به درد ما و بقیه هم بخوره. حالا جریان چیه؟ تو این مجموعه هر بار پای صحبت یه نفر از یه گروه میشینیم و این بار تو این گروه چند تا جوون رعنا مهمون ما هستن. بفرمایید، اولیشونم اومد. احوال آقا کیوان؟ به به، حالا چند ستاره؟ ممنون، شما خوبین؟ خیلی ممنون. بفرمایید تو. چشم، حتما، مرسی. به به، صحبا خانم هنرمند، صبح شما بخیر. صبح شما بخیر. خوبی؟ مرسی، عالی. شما چطوری؟ خیلی خوش اومدی. خیلی ممنون، مرسی از دعوتتون. بفرمایید تو. مرسی. به به به، آقا امید گل، خوبی؟ مرسی، خوبم. شما چطوری؟ عالی، خوش اومدی. مرسی، ممنون از دعوتت. خیلی خوش استایل اومدی. دیگه باید با شما مقابله میکردم دیگه. بفرمایید تو. مرسی. ببین کی اینجاست، نوگل خانم چطوره؟ مرسی، خودت خوبی؟ ما هم خوبیم. بفرمایید تو. مرسی، ممنونم. خب تو هر برنامه شما با یکی از مهمونای ما بیشتر آشنا میشین و بقیه بیشتر گوش میدن. قصه گوی این برنامه کیوان. کیوان متولد تهرانه و الان ساکن لس آنجلسه. کارش چیه؟ خودش میگه. کارم مهندس عمرانه. من توی شرکت کوچیکی کار میکنم که جزء هیئت مدیره شرکت مشاوره عمران هستم. اینجا کیوان یه جلسه کاری داشت که رفت. ما هم دیگه دنبالش نرفتیم. حالا آماده؟ ما اینجوری میریم کاروان. پس بزن بریم. بیشتر برای قسمت‌های دولتی کوچیک و بزرگ، برای پروژه‌های راه و ترابری ما مشاوره میدیم. این سایتی که الان واردش میشیم، ایستگاه اول پروژه مترو، اینجا که الان میبینیم یه شفتیه که داخل این شفت دو تا ماشین تونل زن شروع میکنه تونل رو زدن تا برسه به ایستگاه اول و ایستگاه دوم. زیاد نمیتونیم داخلش رو ببینیم، ولی مثلا امکان توضیح دارم هرچی که میبینیم. البته کیوان خیلی توضیح داد، ولی ما به علت ضیق وقت نتونستیم همش رو استفاده کنیم. این ماشین های حفاری مشغول کندن این تونل هم. پسرم خیلی وقتمو میگیره، یعنی از لحاظ وقتی هر چه وقت آزادی داشته باشم بیشتر با اون صرف میکنم. من میبرم، شما نیست. هرکی اول کی داره میبرم؟ اینه این چی. خب به جز کار و بازی با فاران دیگه چه میکنی؟ بعدم نمیاد مثلا یه لحظه یه سریالی از اول تا آخر بشینم تماشا کنم اگه وقت باشه. درس خوندن رو دوست دارم، کتاب خوندن رو دوست دارم و مسافرم. سریال انتخاب میکنه ها. همین الان بلیت کجا رو بدیم دستت خیلی خوشحالت میکنه؟ ته ته دلم دوست دارم تهران برم، ولی خب با شرایط و موازی که هست فکر کنم نزدیک پنجه که پیش رفت استانبول دارم. پارسال تابستون ما یه کمپی رفتیم و این کمپ بچه های همسن فاران بود و از اون موقع این گروه شروع کردن با هم برنامه ریزی که در طول سال چی کار بکنن. حالا اینا 12-13 سالشونه ها، تصمیم گرفتن که برای بچه های کوچیکتر از خودشون یک کلاس اطفال بذارن. حالا این بچه های 12-13 ساله به بچه های 6 ساله و 5 ساله مثلا الان کلاس میذارن، ولی با اضافه اون تصمیم گرفتیم که در طول هفته مقدار ویدیو گیم هایی که بازی میکنن هم کم کنم. بعد به همین جهت سه شنبه ها که امروز باشه ما نزدیک یک ساعت یک ساعت و نیم همه با هم میریم تو پارک بسکتبال بازی میکنیم. انقدر اینا علاقه من شدن به این خدمت که به بچه های کوچکتر آموزش بدن که امسال هم اصرار کردن که دوباره یک کمپ دیگه بذاریم که بریم که برنامه‌ریزی کنیم یک کار دیگه تو اصلاح کار خدمتی یک کار دیگه بتونیم انجام بدیم. اهل آشپزی هستی؟ این اواخر که برای پسرم آشپزی میکنم، مثلا یه جایی مثلا میریم مهمونیم یه لحظه میگه که آشپزی بابای من خیلی خوبه، من واقعا ذوق میکنم. یا خدا را شکر از هیچی بلد نبودم رسیدیم که لااقل این بچه غذا منو دوست داره. عجب باقلواهایی. شما هم پاشی چاییاتونو بریزید و بیاید با هم بشینیم پای قصه کیوان. ما
وقتایی هر چی میدوییم به جایی نمیرسیم؟ شاید هم نمیدونیم به کجا قراره برسیم. ولی یک آن، یه نفر یا یه اتفاق گاهی نقطه عطفی میشه برای زندگیمون. گاهی هم اصلا زمین و زمان دست به دست هم میدن تا مسیر زندگی ما تغییر کنه. کم و بیش از این نقاط عطف تو زندگی همه ما وجود داره. گاهی اونقدر شدیده که به کلی مسیر زندگیمون عوض میشه و برای بعضیامونم انقدر آروم و تدریجی ولی عمیق اتفاق میفته که انگار آب از آب تکون نخورده. اینسپایر یعنی الهام بخش، یعنی گشتن به دنبال نقاط تاثیرگذار زندگی. من میگم تو هم به آینه روبروت یه نگاهی بنداز و در آخر این برنامه ببین داستان تو میتونه الهام بخش تر باشه یا داستان کیوان. در تمام عمر قبل از اینکه به دنیا بیام حتی همراه هم بوده. حتما مادرت؟ یکی میتونه یه پارتنر طرف باشه، یکی دیگهش میتونه اعتقادش باشه، میتونه در مورد علاقمندی یا شغل باشه، میتونه خود خودش باشه. قبل از اینکه به دنیا بیام هم برام تعیین شده بود، چیزی بود که اجدادم قبلا برام انتخاب کرده بودن وقتی به دنیا اومد. حتما از شهرش میتونه باشه که میخواسته جدا بشه. احتمال میدم دینشه. اگه اینطوری خانواده براش این آشو پختن، یه تصمیم گرفتن که باش راحت نیست، ولی خیلی موقع هم شاید بگه نه تصمیم خوبیه و هی کلنجار میره با خودش. این خیلی اعتقاده. این وسط که میتونه ارث و میراث هم باشه، چیزی که از اجدادش رسیده بهش. میتونه شاید به مسائل خانوادگی یا ازدواج ربط داشته باشه. وقتی وارد دوران ابتدایی شدم خودش رو به شکل تفاوت‌های نشون داد بین خانواده‌ها و وقتی به دوران راهنمایی رسیدم اولین بار بود که سلام کردم توی اتاق که ارشادم کنن به راه راست. بازم هنوز خیلی تأثیرش در حد همون یه سری ضوابط و یه سری قوانین و یه سری شعر و سرود بود. تا زمانی که دوره راهنمایی وقتی که مثلا وارد دبیرستان بشم، چند تا از دبیرستانای خوب امتحان دادم، قبول شدم، ولی اجازه ندادن برم دبیرستان. اون دبیرستانای خوب. از اونجا شکلش خورده عوض شد. وقتی به مذهب، اعتقاد، ایدئولوژی میرسه یا هر باور دیگه‌ای که آدم داره تا یه سنی، میتونه اون باورها حاصل خانواده و اون جامعه باشه که ما توش بزرگ شدیم و شاید احتیاج برای رشد باید یه تجلیل تحلیلی بشه که هم برای رشد آدمو خیلی کمک میکنه، هم جایگاهتو بیشتر مشخص میکنه. دوران دبیرستان وقتی که تموم شد یادمه که با همه دوستام ما خیلی دنبال این بودیم که کلاس کنکور کجاست و اینجور چیزا، به خاطر اینکه مثلا چند نفر درس خونه مدرسه بودیم و از این حرف. من حتی یادمه که باهاشون کلاس کنکورم میرفتم، ولی خب برای کنکور یادمه که بعد ثبت نام کردم اجازه کنکور رو به من ندادن، امتحان ورودی دانشگاه ایران. بعد از اونم اجازه ورود به دانشگاه رو به من ندادن. در نتیجه من مجبور شدم که دانشگاه مکاتبه باهایی رو ادامه بدم و خوشحالم که اونجا مهندسی عمران رو خوندم، ولی شبیه یه خورد مبارزه شد. پیش خودم فکر کردم حالا که مثلا فلان جا نمیذارم منو برم، پس من باید بیشتر تلاش کنم که خودم موفق تر بشم. آدما مخصوصا وقتی به اون سن بلوغ کامل، بزرگسالی که من بهش میگم بعد از 30 سال نرسیده باشن، پیرو قدرت، حالا هر جایگاه زندگیشون هستن. مثل میتونه پدر مادر باشه، میتونه استادشون باشه، میتونه خود اون جامعه باشه و به هر دلیلی که شده پاش وای میستن چون بقیه پاش وایستادن. خب به هر حال در ایران تضییقات خیلی زیادی برای این جامعه هست و من هم مورد فشار و تضییقات قرار گرفتم، ولی خب برای اینکه این ایدئولوژی من بخشی از هویت منه، براش مقاومتم کردم، براش مبارزه‌ام کردم. ولی مبارزه من مبارزه‌ای نبود که کسی رو بخواد
آسیب بزنه یا برد و باخت یه جورایی نبود. برای هویتم جنگیدم و پاش وایسادم، دانشگاه نرفتم، برای اینکه اگه می‌خواستم برم باید دروغ می‌گفتم. دروغ هویتی می‌گفتم. تا وقتی دبیرستان رو تموم کردم دیگه دانشگاه که نذاشتن برم، اجازه نداشتن وارد دانشگاه بشم، دیگه تو وجودم یه جور مبارزه درونی شکل گرفته بود. هنوز همون چیز بود که از بچگی برام انتخاب کرده بودن، تو کودکی بهم گفته بودن، هی شکل‌های مختلف گرفته بود. ولی تو اون زمان دیگه شکل مبارز بود برام. دوست داشتم که به همون سختی‌ها رو بپوشونم، برم دانشگاه درس بخونم، کار خوبی پیدا بکنم و در مقابل همه اون مشکلات بتونم به صورت یه مبارزگر موفق باشم. مدرک مهم هست، خیلی هم مهم هست و ما باهایی خیلی ارقشو داریم و دوست داریم که حتما بهش برسیم. همه تشنه مدرکیم چون بهمون داده نشده و این اختیار بهمون داده نشده. ولی چیزی هست که هر کسی میتونه رو خودش کار کنه که لزوما مدرک مهم نیست. تو زمینه شغلی و هنری من خوب بودم. بهم خیلی اونطوری فشار نیومد. من احساس میکنم این قضیه که چقدر مقاومت بر اثر روی یه ایدئولوژی میتونه مهم باشه و پایدار باشه بستگی به خود اون ایدئولوژی داره که چقدر عمیقه، چقدر فلسفیه، چقدر روحانیه. بخش دیگه اعتقادی که فرد داره به اون ایدئولوژیشه. اگه یه طرف قضیه بلنگه به نظر من امتدادی نخواهد داشت، ولی اگه هم ایدئولوژی قوی باشه هم اعتقاد فرد قوی باشه، اینا دست و دست هم میذارن و امتداد پیدا میکنه. اینجا یکم فرق کرد دیگه. این که من چی کار بکنم یا نکنم تو جامعه اینقدر مهم نبود براشون. اون تفاوته، اون تمایزه، اون مبارزه دیگه وجود نداشت. اوائلش یکم بودا، هنوز تحصیلات ایرانم قبول نمی کردن، باید یه خورده می جنگیدم تا وارد فوق لیسانسم و دکترام و اینا بشم. ولی یواش یواش و حالت مبارزگری از بین رفت. بالا پایین داشته. یعنی تو زندگیم دین خیلی 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 پررنگ بوده، متوسط بوده، کم رنگ بوده و دوباره خیلی خیلی پررنگ بوده و دوباره همینطور این مثل نوسان اومده تو زندگی من و من خیلی درس‌های زیادی داده. ولی امروز که اینجا نشستم دین برای من آیین بهایی، برای من نقش بسیار بسیار پررنگی داره و خیلی خوشحالم که به من چسبیده و ازش دارم نهایت استفاده معنوی و روحانی رو میکنم و با افتخار خوشحال هستم که عضو جامعه بهایی هستم. هلوش 17-18 سال پیش وقتی که شروع کردم بیشتر وارد دوره‌های رشد و مؤسسه روحی جامعه بهایی شدم، خدماتی رو دیدم که این مؤسسه به نوجوانا، به کودکان و به جوانا و بزرگسالا ارائه میده. هنوزم توی ذهن من اولش شبیه این بود که من میخوام مثلا یه سری آدمو بیارم، تبدیلشون بکنم، همراه خودم بکنم، مثلا یه لشکر بزرگتر. هنوز اون حالت مبارزگری تو ذهن من بود، ولی یواش یواش یاد گرفتم، دیدم که این چیزی که من یه موقعی، حالا به خاطر اینکه پدر و مادرم انتخاب کرده بودن، پدر بزرگ مادر بزرگم انتخاب کرده بودن، یه موقعی شاید مجبور بودم، یه موقعی اصلا بدون اینکه بدونم دنبال روش بودم، یه موقعی به خاطر مبارزه بود، یه نحوه زندگیه که به درد امروز میخوره. یه چیزیه که چه بخوای اسمش رو دین بذاری، چه اسمش هر چی که میخوای بذاری، به درد امروز و مشکلات امروز ما میخوره. نه فقط برای من، برای اطرافیانم، برای بچه خودم، برای همسایه هام، برای افرادی که باهاشون توی پارک کلاس اخلاق، کلاس بچه ها میذارم یا کلاس نوجوان ها میذارم. یاد گرفتم که خیلی از چیزهایی که قبلا تو وجودم بوده شاید واقعا دین نبوده، همون تعصبه بوده، همون چیزی بوده که از اجدادم اومده و بهم گفتن و بدون اینکه من بدونم کورکورانه داشتن فالو میکردن. که با من یه سوال دارم ازت. جانم بکن. داستانی که شروع کردی از یه انتخابی که به تحمیل شده بود، بعد در نهایت رسیدی که انتخاب خودت شد، ولی به هر حال تو این دوره تو باز حق انتخاب داشتی، برای اینکه تو این خانواده بهت مثلا این دین لزوما به تحمیل نمیشه، تو بهایی زاده هستی ولی بهایی لزوما نیستی تا خودت تسجیل بشی. خب اون حق انتخابو داشتی. درست میگی. یادمه که تو سن 15 سالگی من یه زمانی رو حتی صرف کردم که باید یه کارتی رو امضا میکردم، باید یه جلسه میرفتم که ببینم میخوام اصلا این دینو انتخاب بکنم یا نه. ممکنه که من اینجوری به دنیا آمدم و اجبار بود، ولی در مراحل مختلف زندگی تصمیم گرفتم. راست میگی، 15 سالگی بهایی شدم،
وقتی که دانشگاه می‌خواستم برم میتونستم نزنم که باهایم برم دانشگاه. اینا همه تصمیماتی بود که در این مورد گرفتم. داستان من داستان این نیست که اجباری بوده که از اول تا آخر ادامه داشته. داستان من داستان اینه که در هر مرحله‌ای به دلایلی این تصمیم رو گرفتم. و داستان من داستان اینه که شاید در تمام مراحل حتی دلیل درستی هم نداشتم. شاید در اون زمانی که دبیرستان بودم بخواستم برم دانشگاه، شاید اون لحظه ایمان و ایقان واقعی تو وجود من نبوده به شکلی که مثلا ما حالا اعتقاد داریم. شاید مبارزه بوده، شاید جو خانواده بوده، شاید جو جامعه بوده. مطمئن نیستم، نمیتونم اینو بگم الان بوده یا نبوده. ولی چرا این داستان رو دارم میگم؟ به خاطر اینه که بعضی وقتا ما اینقدر روی این جو جامعه و جو خانواده و دلایلی که ممکنه دلایل درستی نباشه تمرکز میکنیم که اصل موضوع رو از دست میدیم. بله، بوده که من تردیدم داشتم، شکم داشتم، ولی شک و تردید من عاملی شده برای تحقیق بیشتر من، برای اینکه خود این دین تشویق میکنه که تو برو تحقیق بکن، آگاه کن خودتو، مطالعه کن. اتفاقا من شک و یا سوال رو هیچ وقت عیب نمیدونم. من یادمه که چند وقت پیش ما راجع به یه سیستم خیلی جدیدی روی مترو لس آنجلس صحبت میکردیم. یکی از جلساتی که داشتیم راجع به این بود که چه چیزایی یاد گرفتیم ظرف دو سال گذشته. و یه جمله‌ای که من ناخودآگاه به ذهنم اومد، حتما دیدین که تو مؤسسه آموزشی ما میگیم می‌خوایم گنجایش آدم‌ها رو بالا بیاریم. یعنی مثلا یکی که میاد بتونه بعد از دو گذروندن یه دوره بتونه راهنمای یه سری نوجوان بشه. این لغت افزایش گنجایش رو بدون اینکه من بهش فکر کنم مثلا توی پروژه ما روی مترو ال من یاد گرفتم، به کار بردم توی اون جلسه. خیلی جالب بود براشون بشنون که یکی از چیزایی که ما توی این دو سال یاد گرفتیم بود که افرادی که دو سال پیش وارد این پروژه شدن یه مقدار کمی راجع به این حمل و نقل مترو ال میدونستن، ولی امروز انقدر یاد گرفتن که هر کدومشون میتونن یکی از پروژه‌های جدید رو راه بندازه. این برای این گروه برنامه‌ریز جالب بود که دیدگاهی وجود داره که توجه میکنه به افزایش گنجایش و ظرفیت آدمایی که وارد این سیستم بودن. منم این احساسو دارم که تعالیم این دین، این آیین در زندگی روزمره منم تأثیر گذاشته. یکی از این تأثیراش نوع نگرشی که به انسانها دارم. اینکه انسان رو از یه طرفی فقط یک جنبه مادی نمیدم، یک جنبه الهی و روحانی و معنوی میدم بهش، که این باعث میشه که عمق بیشتری داشته باشه نگاه من به یک انسان. وقتی که برای درمانشون میرم، خب مناجات های شفا هست، من روزانه سعی میکنم برای مریضان بخونم. از یه طرف دیگه این ایده صلح و یگانگی که در دیانت بهایی هست، همه بار یک دارید و برگ یک شاخسار، این کمک رو من کرده که مریض هامو به عنوان یک آدم های غریبه نبینم، همه رو به عنوان یک خانواده بزرگ خودم بدونم و نهایت تلاش هم بکنم برای درمانشون. حالا نمیگم در این قضیه 100% هم کامل و موفق بودم، ولی تلاش هم میکنم. چند وقت پیش بود که کنفرانس های بین‌المللی باهایی توی شهری که من زندگی میکنم برقرار شد و خب من با یه پسر 14-15 ساله مثلا، اونم خیلی صبور نبود که بخواد دو روز وقتشو بذاره بیاد برای این خدمت. پیش خودم فکر کردم برای چی؟ در عین اینکه داشتم میخوندم اینو دیدم که توی این کنفرانس به من و همه اطرافیانم، همه کسایی که میشناسم، چه باهایی چه غیر باهایی، کسایی که میان، یادآوری میکنه که هدف از همه کارهایی که ما میکنیم اینه که ما به عنوان انسان بتونیم با تعامل با همدیگه زندگی بکنیم، به آیندهمون امید داشته باشیم. گفتم خب بذار امتحانش کنیم. بریم جای شما خالی. وقتی که رفتم، هر دو روزی که گذروندم هیچی، پسرم هم با هم اومد. آخر روز اول من فکر میکردم که برمیگرده. راستش بخواین تا ظهر من فکر میکردم برمیگرده. بهش گفته بودم هر لحظه تو بخوای برگردی من برمیگردم. آخرش پرسیدم نظرت چی بود؟ گفت خیلی خوشحالم که رفتم، خیلی خوشحال شدم که توی این همچین موقعیت و محیط خودم رو قرار دادم. اینکه زندگی فقط مسائل مادی و روزمره زندگی نیست، خوشحالی رو میشه توی مسائل روحانی پیدا کرد. اینا حرفای پسرم، من 15 سالش 14 سالش
اینکه جامعه ای رو میشه ساخت که در اون انسان ها بتونن با هم با خوبی و محبت زندگی کنن و اون جامعه رو جای بهتری برای زندگی رو کنن. داشتم به این فکر میکردم که تمام اون داستانهایی که تو زندگی من اتفاق افتاده تا امروز به طور مستقیم و غیر مستقیم یه جوری به درد دین ربط داشته. شاید قسمتاش تعصب بوده، شاید قسمتاش کورکورانه بوده، شاید قسمتاش به خاطر این بوده که دیگران برام انتخاب کردن. ولی خوشحالم که امروز روز این موقعیت رو دارم که خودم تو جامعه زندگی کنم که به اطرافیانش فکر میکنه و پسرم رو هم توی همچین محیطایی موقعیت بردنش رو داشته باشم. امیدوارم که روزی برسه که ما ببینیم که همه جوامع ما جوامعی بشن که بتونن با همدیگه با صلح و آشتی و دوستی همون هدف اصلی رو ادامه بدن، که ما بتونیم با همدیگه با محبت بدون دردسر به عنوان انسان، هدف ما از خلقت اینه که به عنوان آدم بتونیم با هم زندگی کنیم. داستان جالبی بود برای من که یک عامل، یک مسئله خیلی مهم انتخاب شده ای رو براش بعدن در طول زندگیش باسه خودش انتخاب کرد، آگاهانه. کیوان جان، شما قلب و روح خیلی بزرگی داری. به خودت اعتقاد داشته باش، به خودت اعتماد داشته باش و هر چی که اتفاق افتاده تو مسیر زندگی تو باید میبوده تا به امروز که از شما این انسان رو بسازه. برام خیلی جالب بود که میگفتی مذهب و دین تو زندگی تو تاثیر خیلی مفیدی داشته و چقدر خوشحال شدم اینو شنیدم. به نظر من هر چیزی که به آدم ها کمک میکنه که زندگی بهتری داشته باشن، انسان بهتری باشن، بتونن یه منفعتی، یه خدمتی به جامعهشون برسونن یا به اطرافیانشون برسونن و باید اونو دنبال بکنن. چطور بود؟ حالا صبر کنید تا برنامه بعد و داستان بعدی. پس فعلا.